أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين، وبعد. برادران وخوهران مسلمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خود را و شما را به تقواداری خداوند مهربان وصیت می نمایم و متذکر می گردم که بهترین کتاب، کتاب خداوند مهربان است و بعد از آن بهترین راه هدایت بشر در سنت و ارشادات پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر گریده است. اوصیکم و نفسی بتقوی الله عز و جل، فإن اصدق الحدیث کتاب الله و خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین. برادران و خواهران مسلمان، با هم یک ساعت مجلس داریم در چوکات آیت و حدیث، در چوکات اطیع الله و اطیع الرسول. آرزو داریم که خداوند مهربان این لحظات تعلیمی ما شما را به روز آخرت در میزان حسنات ما شما به عبادت، به عمل صالح و به صدقه جاریه به شمار ببرد و همه ما شما را مستفید بگرداند از مانند این مجالس اسلامی. و آرزو داریم که خداوند مهربان علم، ایمان، اخلاق و عمل صالح ما شما را بیشترتر و خوبتر بگرداند. و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. برادران و خواهران مسلمان، با هم یک ساعت مجلس داریم و درس امروزه ما شما بخیر و خوبی تحت عنوان الصبر فی القرآن الكریم. صبر در قرآن کریم می باشد. الصبر فی القرآن الكریم. صبر در قرآن کریم می باشد. درس زیبا و درس خوبی می باشد و درس تعلیمی می باشد انشاءالله. با ارتباط آیت های مبارکی که در آن مسئله صبر ذکر گرده است در قرآن کریم، آیت های مختلف قرآن کریم را انتخاب کردیم و می بینیم که استعمال کلمه صبر در جاهای مختلف قرآن کریم به مفهوم و دلالت مختلف می باشد انشاءالله. صبر در وقت مصیبت و حتی صبر در وقت آسانی، صبر در وقت مشکلات، صبر در تعامل با مردم، با فامیل در قسمت روش، و صبر در دعوت اسلام، و صبر در مقابل اذیت دشمنان، و همچنان صبر در قسمت طاعت و عبادت خداوند مهربان و اجتناب از نواهی و محرمات خداوند مهربان. در تمام حالات مسئله صبر مسئله شیرین و خوب و زیبای می باشد و درس مهم و خوب می باشد انشاءالله. و این درس، درس تعلیمی می باشد. آیات های مختلف قرآن کریم که در آن مسئله صبر ذکر گرده است و 20 مثال را یا 20 آیات های مختلف از سوره های مختلف قرآن کریم را انتخاب کردیم و مسئله صبر را در آن مطالعه می نماییم انشاءالله. و همچنان ذکر می گردد که یگانه صفت حمیده بنده مؤمنی که در قرآن کریم بیشتر از 100 مرتبه تکرار شده است، صفت صبر می باشد. بیشتر از 100 مرتبه تکرار شده است در قرآن کریم مسئله صبر می باشد.
و صفت حسن و صفت خوبی می باشد و جزای صابران بهشت می باشد انشاءالله و رضایت خداوند مهربان می باشد. جزای صابران بهشت می باشد انشاءالله. لطفاً توجه به درس امروزه داشته باشید و با ما با صبر باشید. در خلال درس امروزه یک ساعت با هم مجلس داریم و این مجلس ما انشاءالله در طاعت خداوند مهربان و در طاعت پیغمبرش صلی الله علیه و سلم می باشد. لطفاً در طاعت خداوند مهربان و در طاعت پیغمبرش صلی الله علیه و سلم صابر باشید. در طلب علم شرعی صابر باشید. آموزش علم شرعی صبر را کار دارد انشاءالله. در تمام مراحل حیات و زندگی خود به کلمه صبر ضرورت داریم. الصبر فی القرآن الکریم، صبر در قرآن کریم و مجموعاً 20 آیات مختلف قرآن کریم را با هم در خلال یک ساعت درس را که داریم انشاءالله با هم مطالعه می نماییم. لطفاً به مطالب پروگرام توجه داشته باشید انشاءالله. مثال اول آیت مبارک 153 سوره البقره می باشد به ارتباط کلمه صبر در قرآن کریم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. ای کسانی که ایمان آورده اید استعانت بجوید راجع به صبر و راجع به نماز. بدون شک خداوند مهربان با صابران می باشد. خداوند مهربان با صابران می باشد. ان الله مع الصابرین. با صبر باشید تا خداوند مهربان با شما باشد و شما را کمک نماید. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. سر کلمه صبر و نماز کار شده است. با صبر باشید و با نماز باشید. نماز همچنان صبر را کار دارد. ان الله مع الصابرین. و فراموش نمی کنیم که خداوند با صابرین می باشد. مثال دوم همچنان سوره البقره می باشد آیت مبارک 45 و 46. و استعینوا بالصبر والصلاة. در قسمت صبر و در قسمت نماز استعانت بجوید، کمک بخواید از خداوند مهربان تا شما را کمک نماید. در قسمت صبر و در قسمت نماز خداوند ما را از ضمن صابرین به شمار ببر و ما را از ضمن نمازگزاران به شمار ببر. مانندی که ابراهیم علیه السلام دعا کرده در قسمت نماز، رب جعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. خداوند مرا و اولادهایم را نمازگزار قرار ده. از خداوند استعانت می جوییم، کمک می خواهیم به صبر و به ارتباط نماز. واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. و مسئله نماز مسئله کبیری، بزرگی، عظیمی یا ثقیل و گرنگی می باشد مگر سر آنان که خشوع در قلبشان می باشد، اطمینان و آرامش و قلبهایشان مملوء و پر از ایمان می باشد. کسانی که قلبهای با خشوع، با ایمان، با اطمینان را دارند نماز سرشان آسان می باشد. در غیر از آن نماز مسئله مشکلی ممکن برایشان تمام گردد، سخت تمام گردد. و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. و نماز مسئله گرنگی و ثقیلی می باشد مگر سر آنان که خشوع در قلبهایشان می باشد، اطمینان و آرامش فکر و ایمان کامل و یقین در قلبهایشان می باشد. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. کسانی که متيقن می باشند 100% که برگشتشان به سوی خداوند مهربان می باشد و فردا روز خداوند را ملاقات می نمایند. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم. کسانی که می فهمند و یقین دارند که فردا روز ملاقات پروردگار خود را شدنی هستند. و انهم الیه راجعون. و کسانی که می فهمند و ایمان دارند که برگشتشان، رجعتشان به سوی خداوند مهربان می باشد.
این طبقه مردم از ضمن خاشعین می باشند، از ضمن کسانی که قلبهایشان مملوء به ایمان و یقین می باشد. و انها لکبیره الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. آیت مبارک 45 و 46 سوره البقره. و همچنان در قسمت مسئله صبر آیت مبارک 177 سوره البقره را مطالعه می نماییم و مثال سوم می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس. کسانی که با صبر می باشند در وقت آسانی و در وقت مشکلات و خصوصا در وقت که اشد مشکلات می باشد، لحظات شدیدی که سرشان واقع می گردد، لحظات اولی که میشنوند که مصیبت سرشان واقع گردیده است، دوستشان، عزیزشان، عضو فامیلشان یا مالشان یا صحتشان از بین رفته است، عضو فامیلشان وفات شده است، در لحظات شدیدی که دفتن آن را میشنوند و صفت صبر را می داشته باشند و سنگین می باشند، ثابت و استوار می باشند. و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس. در وقت آسانی، در وقت مشکلات، در لحظات اشد مشکلات. اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. این طبقه مردم کسانی می باشند که صادق می باشند در ایمانشان و همه ایشان از ضمن بندگان با تقوای خداوند مهربان به شمار برده می شوند. مثال چهارم سوره آل عمران آیت مبارک 145 و 146. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا. هیچ نفسی، هیچ کسی نمی تواند که لحظات مرگ خود را یا روز مرگ خود را خودش تعیین کند. بدون اجازه خداوند مهربان یک انسان وفات نمی شود. هیچ مخلوق، هیچ کس دنیا را ترک نمی کند بدون اجازه خداوند مهربان، بدون مشیت خداوند مهربان. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله. مگر با اجازه خداوند، با اراده خداوند مهربان یک انسان از دنیا می رود. کتابا مؤجلا، وقت هر انسان تعیین شده و اجل هر انسان تعیین شده، پیش از پیش همه در تقدیرات همه برایشان نوشته می باشد. و من یرد ثواب الدنیا نؤتیه منها. و هر کسی که در جستجوی ثواب دنیا، خوبی های دنیا باشد، آن را به نصیبش می گردانیم. و من یرد ثواب الاخرت نؤتیه منها. و هر کسی که در جستجوی ثواب و فضائل و خوبی های آخرت باشد، آن را به نصیبش می گردانیم. و سنجز شاکرین. و کسانی که شکرگزار می باشند، سزای احسن و جزای خوبی را خداوند به نصیبشان می گرداند. هر کسی که در جستجوی دنیا باشد، نتیجه آن را می بیند. و کسی که در جستجوی آخرت باشد، نتیجه آن را می بیند. و جزای شاکرین نزد خداوند مهربان زیاد می باشد. وكأيٍّ من نبيٍّ قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وپیغمبر کی جهاد فی سبیل الله را پیش میبرد و کسانی که به صدق و صداقت پیوند خداوند مهربان میباشند و صادق می باشند در ایمانشان، ربیون، کسانی که ربانیین حقیقی از قلبهایشان می باشند و هیچ ضعفیت و تنبلی و کسل از ایشان دیده نمی شود، بهانه جویی نمی کنند، در جهاد فی سبیل الله با پیغمبران اشتراک می نمایند و اشتراک می کنند و هیچ ضعفیت خود را نشان نمی دهند و عجز خود را نشان نمی دهند، استوار می باشند در راه خداوند مهربان، سعی و کوشش و جهاد با پیغمبران می داشته باشند. والله یحب الصابرین. خداوند دوست دارد بندگان صابر خود را. و کلمه مرگ در اول آیت همچنان ذکر شده بود، کسانی که وفات می شوند و فامیلشان، اقربایشان با صبر می باشند، خداوند صابران را دوست دارد.
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. هیچ انسانی وفات نمی شود بدون اراده و مشیعت خداوند مهربان. اخیر آیت های مبارک والله يحب الصابرین، خداوند صابران را دوست دارد. مثال پنجم، بسم الله الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقه الموت، هر نفس چشنده مرگ می باشد. و انما توفون اجوركم يوم القيامه، و هر انسان نتیجه اعمال خود را به روز قیامت کاملا می بیند. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز، و هر کسی که در نتیجه اعمال خود پیدا کند که از آتش نجات پیدا می کند و به سوی بهشت می رود، به حقیقت کامیاب می گردد، فقد فاز. و ما الحیاه الدنیا الا متاع الغرور، و زندگی دنیا نیست مگر یک بازیچه کوچکی، متاعی کوچکی که شما را ممکن غرور ببخشد. لتبلؤن في اموالكم وانفسكم، از شما امتحان گرفته میشه در مالتان، در نفسهایتان. مالتان کم میگردد، از بین میرود، نفسهایتان کم میگردید، مریض میشوید، وفات میشوید، دچار مشکلات میشوید. لتبلؤن في اموالكم وانفسكم، و زندگی دنیا همه امتحان در امتحان می باشد، در مالتان، در نفستان از شما امتحان گرفته می شود. ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا، و شما مشنوید از اهل کتاب، از اشخاصی که قبل از شما ذکر شده اند، و از مشرکین همچنان اذیت زیادی را، کلمات زشت و سخت را شما مشنوید. از دشمنانتان کلمات زشت و سخت را شما میشنوید، اذیت را میبینید. و این تصبروا و تتقوا، در تمام حالات اگر شما با صبر باشید و پرهیزکار باشید. و این تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور، از ضمن عزائم امور، مسائل مهمی که قرآن کریم توجه ما شما را به آن جلب میگرداند. با صبر باشید، با تقوا باشید، از نزد خداوند مهربان ایمان و عمل صالحتان و کلمات صبرتان ضایع نمی گردد. آیت مبارک 186 سوره آل عمران. مثال ششم، مسائل تعلیمی می باشد و آموزش بیشتر ما شما حاصل می گردد، معلومات ما بیشتر می گردد به ارتباط قرآن کریم و استعمال کلمه صبر در آیات مختلف قرآن کریم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون، آیت مبارک اخیر سوره آل عمران. ای کسانی که ایمان آورده اید با صبر باشید، امر خداوند مهربان می باشد و حکم امر خداوند مهربان حکم فرضیت را می گیرد، فرض می باشد بالای شما مسئله صبر. یا ایها الذین آمنوا اصبروا، امر خداوند مهربان است که با صبر باشید، فرض می باشد که با صبر باشیم. و صابروا، و در قسمت صبر با یک دیگرتان همکاری داشته باشید، توصیه های خوبی را داشته باشید، تذکر حسن را داشته باشید، همکاری داشته باشید، غم شریکی نمایید. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا، ای کسانی که ایمان آورده اید با صبر باشید و در قسمت صبر با یک دیگرتان تعاون و همکاری داشته باشید. و اتقوا الله لعلكم تفلحون، و با تقوا باشید ممکن به فلاحت و کامیابی برسید. مثال هفتم، در قسمت ازدواج کردن، مسائلی که انسان در جستجوی عفتمندی خود می باشد، در جستجوی عفتمندی نفس خود می باشد و در فکر ازدواج اسلامی، ازدواج حلال می باشد و زندگی و عشرت خوبی را با خانم یا با شوهر می داشته باشد. وقت ازدواج، الاخذ بالعفت، در وقت ازدواج کردن، و انسانی که از عفتمندی خود کار می گیرد و با صبر می باشد و دست خود را به محرمات پیش نمی کند. در این مورد آیت مبارک 25 سوره النساء، قسمت اخیر آیت مبارک، خداوند مهربان می فرماید و ان تصبروا خیر لکم والله غفور رحیم، اگر شما با صبر باشید برای خودتان بهتر می باشد و خداوند غفور رحیم است، بخشنده و مهربان است. در تمام حالات زندگیتان با صبر باشید، از عفتمندی نفستان کار بگیرید،
دست خود را به حرام پیش نکنید و ازدواج شرعی اسلامی و همسری که برایتان حلال باشد درست باشد آن را انتخاب می نمایید. مثال اشتم، هنگامی که فرعون قوم بنی اسرائیل قوم موسی علیه السلام را اذیت کرد و سختی و فشار را سرشان آورد، بادشان را به هلاکت رسانید، قوم موسی علیه السلام مؤمنانی که بودند از صبر کار گرفتند و دعا کردند ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین، 126 سوره الاعراف. خداوند صبر را سر ما فارغ بگردان، مانند که آب باشد که آب را سر آتش انسان فارغ می گرداند و آتش همه خاموش می گردد. ما را از ضمن صابرین به شمار ببر، صبر را سر ما فارغ بگردان، صبر را سر ما نازل بگردان، ما را از ضمن صابرین به شمار ببر و قلبهای ما را از صبر مملوء بگردان. ربنا افرغ علینا صبرا، خداوند صبر را به نصیب ما بگردان و توفنا مسلمین و از دنیا رویم با اسلام. در قسمت مشکلاتی که سرشان واقع می گردید از طرف فرعون و قوم فرعون، به تعذیب، به شدت و اذیت همه مواجه بودند، اما دعا می کردند که خداوند ایشان را از ضمن صابرین به شمار ببرد و درجه عالیه را به ارتباط صبر به نصیبشان بگرداند. مثال نوم، آیت مبارک 11 سوره هود علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير. مگر کسانی که با صبرند و عمل صالح را برپا می دارند، مغفرت و اجر بزرگی از جانب خداوند مهربان به نصیبشان گردانیده می شود. کلمه صبر دلالت ایمان را می دهد و دلالت عمل صالح را همچنان می دهد. همیشه در قرآن کریم مطالعه کردیم که آمنوا و عملوا الصالحات، اما در این آیه مبارک صبروا و عملوا الصالحات. صبر جزء ایمان می باشد و صبر جزء اخلاق می باشد و صبر جزء عمل صالح بنده مؤمن می باشد. الا الذين صبروا و عملوا الصالحات، مگر کسانی که با صبرند و عمل صالح را برپا می دارند، اولئك لهم مغفرة و اجر کبیر، مغفرت و اجر بزرگی از جانب خداوند مهربان به نصیبشان گردانیده می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نماز را از طرف روز و از طرف شب ادا نما، خوبی هایتان بدی های شما را پاک می گرداند. ان الحسنات يذهبن السيئات، نیکی هایتان خوبی هایتان بدی های شما را پاک می گرداند. ذلك ذکر للذاکرین، و این پند می باشد برای آنانی که پند می گیرند. واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين، و با صبر باشید خداوند مهربان اجر محسنان را ضایع نمی گرداند. با صبر باشید. واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين، خداوند مهربان اجر محسنین را ضایع نمی گرداند. آیت مبارک 114 و 115 سوره هود علیه السلام. و مثال دیگری به ارتباط قصه یوسف علیه السلام می باشد. مثال 11، بسم الله الرحمن الرحیم. و جاءوا اباهم عشاء يبكون، از طرف عشاء، از طرف خفتن، تاریکی شب، به نزد پدر خود، به نزد یعقوب علیه السلام آمدند. برادران یوسف علیه السلام به نزد پدر خود یعقوب علیه السلام آمدند و گریه می کردند. و جاءوا اباهم عشاء يبكون، از طرف عشاء، از طرف خفتن، تاریکی، از طرف شب، به نزد پدر خود آمدند و همه گریه می کردند. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. أي پدر ما رفتیم که مسابقه می کردیم، مسابقه دوش، و یوسف علیه السلام را شاندیم نزد کفش های خود و لباس های خود،
و متاعی که با ما بود آن را به نزد یوسف علیه السلام گذاشتیم، نشسته بود و ما می دویدیم، مسابقه می کردیم. ان ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا، و یوسف علیه السلام را گذاشتیم که نزد متاع ما، لباس های ما، خوراک ما، هر چیزی که با خود آوردیم نزد متاع ما نشسته باشد و ما می دویدیم، مسابقه می کردیم و ساعت تیری می کردیم. فاکله الذئب، گرگ آمد و او را خورد. و ما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین، و ممکن تو به صحبت های ما یقین نداشته باشی یا آن را قبول نکنی، اما این واقعیت می باشد. در حالی که همه دروغ می گفتند که یوسف علیه السلام را گرگ خورد، در حالی که او را در چاه انداخته بودند. و جاءوا على قمیصه بدم کذب، و پیراهن او را آوردند که در آن خون دروغی بود، مانند که گرگ او را خورده باشد و پیراهن او، لباس او خون آلود باشد. قال بل سولت لكم انفسكم امرا، یعقوب علیه السلام می فرماید که ممکن این موضوعی باشد که آن را خودتان جور کرده باشید، نظر به خواهشاتتان ممکن این موضوع را به این شکل شما ترتیب داده باشید. فصبر جمیل، اما صبر میکنم، صبر جمیل، صبر قشنگی. به اندازه زیاد مشکل واقع میگردد که یک پدر اولاد خود را از دست دهد. ممکن موت اولاد، مرگ اولاد آسان تر باشد نظر به این که اولاد خود را گم کند و بی خبر باند که اولاد او، پسر او به کجا می باشد. فصبر جمیل، اما صبر می کنم به تمام حالات. اگر شما می گوید که از بین رفت و گرگ او را خورد و فوت شد و یا این که گم شده باشد، به تمام حالات صبر می کنم، صبر قشنگی، صبری که در آن هیچ نوع شکایتی و بیتابی نباشد. فصبر جمیل. والله المستعان و على ما تصفون، و خداوند کمک کننده من می باشد. به ارتباط مسائلی که آن را شما ذکر کردید، خداوند مرا کمک می نماید. و جاءت سیاره فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال یا بشرا هذا غلام. و گروهی از مسافرین می آیند و می گویند که آب را بکشیم از چاه، تشنه بودند، و یک شخص را روان می کنند که دولچه یا سطلی که در آن آب کشیده شود، آن را پایان مندازند که آب را بکشند. به جای آب پسرک خردسال در آن سطل یا در آن چیزی که در آن آب برداشته می شود، در آن ظرف یا سطل یا دلوی که در آن آب برداشته می شود، طفل خردسال در آن می شیند و این دلوه یا دولچه آب را می کشند و پسر را می بینند. قال یا بشرا هذا غلام، و گفت که ای بشارت، بشارت به ما باشد که پسر خردسال را پیدا کردیم. و اثر روح بضاعتا والله علیم بما یعملون، و او را نگاه کردند تا او را بفروشند، و خداوند دانا است به تمام این مسائل. و شروه بثمن بخس دراهم معدودت و کانو فیه من الزاهدین، و او را به یک مبلغ بسیار زهیده، مبلغ بسیار کمی او را فروختند، یوسف علیه السلام را فروختند به یک مبلغ بسیار کمی، و نمی خواستند که او را با خود نگاه کنند، به اشخاص دیگری او را فروختند. شاهد صحبت ما شما، پسر از پدر دور می شود و گم می شود، اولادهایش می گویند که او را گرگ خورد، و یعقوب علیه السلام کلمه صبر را ذکر کرده است. فصبر جمیل، صبر قشنگی باشد، و نتیجه صبر همیشه شیرین می باشد، و پسر خود را پیدا کرد. همچنان از سوره یوسف علیه السلام به ارتباط قصه یوسف علیه السلام
و برادر دوم یوسف علیه السلام را به عین شباهت برادران او گرفتند و یوسف علیه السلام او را نزد خود نگاه کرد، اما یعقوب علیه السلام به عین شباهت هنگامی که پسر دومش از نزدش دور می شود و گم می شود، کلمات زیبا و خوبی را همچنان ذکر کرده است به ارتباط صبر. قال بل سولت لكم انفسكم امرا، باز هم شما نظر به خواهشات خود ممکن این کار را پیش برده باشید، فصبر جمیل، اما صبر می کنم. یوسف علیه السلام، پسرم از نزدم رفت و همچنان برادر دوم او از نزدم رفت، به تمام حالات صبر می کنم، فصبر جمیل، صبر قشنگی که خاص بر رضایت خداوند مهربان باشد. عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم، آرزو دارم که خداوند اولادهای مرا جمع بگرداند، خداوند دانای بهتر است و حکمت خداوند مهربان در این مسائل ذکر می گردد. انه هو العليم الحكيم، خداوند علیم است و حکیم است. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، از نزد اولادهای خود دور می شود یعقوب علیه السلام و سر پسر خود یوسف علیه السلام اشک می ریزد و گریه می کند و می گوید که ای اسف من، تأسف و تحسر من سر یوسف باشد، و چشمهایش دید خود را از دست می دهد، پرده سفید سر چشمهای او می آید و نابینا می گردد. و بیضت عیناه من الحزن، از حزن زیادی، از گریه زیادی سر یوسف علیه السلام دید چشم خود را از دست داد. فهو کظیم، اما غم و غصه و اندوه خود را نگاه کرده بود، شکایت نداشت، بیتابی نداشت، اشک او خاموشانه می ریخت و غم و غصه و اندوه در قلب او بود. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، حزن خود را پنهان می کرد. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين، اولادهای او برایش گفتند که یوسف علیه السلام را زیاد یاد میکنی، ممکن خود را به هلاکت برسانی. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون، يعقوب عليه السلام می فرماید که حزن من و شکایت من و صحبت من با خداوند مهربان می باشد و من از خداوند با خبر هستم مسائل را که ممکن شما خبر نداشته باشید. احساس می کنم، درک می کنم، می فهمم که اولادهای من زنده هستند. و اعلم من الله ما لا تعلمون، کدام جایی هستند و گم هستند اما حیات هستند، چون از من دور هستند مرا بسیار غم و اندوه گرفته است. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه، ای اولادهای من بروید و بپالید یوسف علیه السلام و برادر او را، بپالید یوسف علیه السلام و برادر او را. یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه، ای اولادهای من بروید و بپالید یوسف علیه السلام و برادر او را. فکر میکنم، احساس میکنم که حیات هستند. ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، و ناامید نباشید از رحمت خداوند مهربان، قوم کافر ناامیدی را انتخاب می کنند، امید داشته باشید و بپالید او را، ممکن او را پیدا کنید و برادر او را همچنان پیدا کنید. آیت های مبارک مختلف سوره یوسف علیه السلام از آیت مبارک 83 تا به 87 و مثال 13 سوره الرعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، كسانك بصبر استنخاص برزاية پروردگارشان. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، خاص برزاية پروردگارشان صبر را انتخاب کرده اند. و اقاموا الصلاه، و نماز را برپا می دارند. و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه، و انفاق می کنند در راه خداوند مهربان از چیزی را که به نصیبشان گردانیدیم، از مال، از علم، از اخلاق، از وقت، از انسانیت،
همه را در راه خداوند مهربان صرف می نمایند، بالخصوص مسئله مالی می باشد، مسئله زکات و صدقه می باشد به شکل پنهان و آشکار. و یدرعون بالحسنات السیئه، در مقابل بدی خوبی می کنند. یک صفت بسیار خوبه و صفت مهم و برجسته بنده مؤمن می باشد. و یدرعون بالحسنات السیئه، اگر در مقابل با شما کسی بدی می کنند، شما در مقابل خوبی می کنید. از صفات حمیده می باشد. اولئک لهم عقب الدار، خانه آخرت به نصیبشان گردانیده می شود. خانه آخرت چی می باشد؟ آیت بعدی، جنت و عدن یدخلونها، جنت های عدن که در آن داخل می شوند. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، و هر کسی که صالح باشد، پدرهایشان، همسرشان، خانم یا شوهرشان، و ذریاتهم و اولادهایشان، همه با ایشان یک جا می باشند. و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب، و ملائکه کرام از همه دروازه های بهشت سرشان داخل می شوند و می گویند سلام علیکم، سلام بر شما باشد، بما صبرتم، نتیجه صبرتان. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام بر شما باشد، نتیجه صبرتان بهترین خانه را، بهترین موفقیت و کامیابی را شما حاصل کردید. آیت مبارک 22، 23 و 24 سوره الرعد. و مثال 14، سوره النحل، آیت مبارک 126، 127 و 128. بسم الله الرحمن الرحیم. و این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. و این آیات مبارک در عقب جنگ احد نازل شده است، با آن شکلی که شما را به قتل رسانیدند و شهید شدید، با آن شکلی که شهید دادید و عقوبت سر شما گذاشته شد، برای شما اجازه است که شما انتقامتان را بگیرید. اگر از شما انتقام گرفته شده باشد، برای شما اجازه است که بالمثل شما همچنان انتقامتان را بگیرید. و این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، به این شکلی که عقوبتی که سر شما گذاشته شد از طرف مشرکین، از طرف کفار قریش بالخصوص، برای شما اجازه است که بالمثل شما همچنان عقوبتی را سرشان بگذارید، در مقابل با ایشان می جنگید. ولئن صبرتم له خیر للصابرین، اگر شما صبر می کنید، برای شما بهتر می باشد، برای صابرین بهتر می باشد. اما اگر شما با صبر باشید، برای شما بهتر می باشد، ای صابرین. ولئن صبرتم له خیر للصابرین. واصبر وما صبرك الا بالله، و با صبر باش، و صبرت نیست مگر خاص بر رضایت پروردگارت. واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم، و حزین نباش سرشان. ولا تك في ضيق مما يمكرون، و در زیقیت نفس نمی باشی نتیجه مکرشان. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، خداوند مهربان می باشد با کسانی که با تقوا هستند و کسانی که محسن هستند. شاهد صحبت ما شما، ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله، اگر شما با صبر می باشید، برای شما بهتر است، ای صابران، و با صبر باشید، و صبرتان خاص بر رضایت پروردگارتان باشد. مثال 15، سوره طه، آیت مبارک 132. بسم الله الرحمن الرحیم. و امر اهلک بالصلاه و اصطبر علیها، فامیل خود را امر کن به نماز، و خودت نیز پابند نماز باش. صبر در قسمت طاعت خداوند مهربان می باشد. و امر اهلک بالصلاه و اصطبر علیها، فامیل خود را، اولادهای خود را امر می کنی، ایشان را عادت می دهی، تعلیم و تربیه می دهی که با نماز باشند، و خودت همچنان پابند نماز باش، نمونه و مثال خوبی برای فرزندانت، برای فامیلت باش. لا نسألوك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، از تو سوال نمی کنیم به ارتباط رزق و روزی،
رزق و روزی را خداوند مهربان برای همه تان تعیین کرده است، به نصیبتان میگرداند. رزق به دست خداوند است، اما مسئله نماز را برای شما خداوند امر می نماید که آن را اطاعت کنید. و امر اهلک بالصلاه واستبر علیها، فامیل خود را یاد می دهی که نماز را بخوانند و خودت همچنان پابند نماز می باشی. مثال 16 سوره الانبیاء آیت مبارک 85، بسم الله الرحمن الرحیم: و اسماعیل و ادریس و ذلکفل کل من الصابرین. صفت صبر از ضمن صفات انبیاء و المرسلین می باشد. اسماعیل علیه السلام، ادریس علیه السلام و ذلکفل علیه السلام همه ایشان از ضمن صابرین بودند. و اسماعیل و ادریس و ذلکفل کل من الصابرین، همه ایشان از ضمن صابرین بودند. صفت صبر صفت پیغمبران است. مثال 17 به ارتباط اسماعیل علیه السلام آیت مبارک 102 سوره الصافات: فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى. هنگامی که ابراهیم علیه السلام با پسرش اسماعیل علیه السلام در منطقه مینای شریف قدم می زدند، برای او حکایت کرد قصه خواب خود را که ای پسرم، من در خواب دیدیم که تو را ذبح کنم. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحك، ای پسرم من در خواب دیدیم که تو را ذبح می کنم. بعد از اینکه مناسک یا مراسم حج تکمیل گردد، مسئله قربانی ذکر می گردد: در خواب دیدیم که تو را ذبح می کنم. فانظر ماذا ترى، ای پسرم ببین که نظر تو چی است. قال یا ابت فعل ما تؤمر. اسماعیل علیه السلام برای پدر خود ابراهیم علیه السلام می فرماید که ای پدرم، سر تو امر شده در خواب از طرف خداوند مهربان و خواب درست می باشد که ای ابراهیم برو و پسر خود را قربانی کن، ذبح کن. ای پدرم این خواب خواب درست می باشد، سر تو امر شده و امر را اطاعت کن. یا ابت فعل ما تؤمر، ای پدرم پیش برو با آن امری که سر تو شده است. ستجدونی ان شاء الله من الصابرین، و میبینی که ان شاء الله من صابر هستم، با صبر می باشم. ستجدونی ان شاء الله من الصابرین، هیچ پروا ندارد در راه خداوند مهربان، اگر مرا قربانی میکنی به امر خداوند مهربان من حاضر هستم و با صبر می باشم. و گوسفندی از بهشت میآید به نزد ابراهیم علیه السلام و آن را ذبح می کند. یک امتحان بزرگی بود که ابراهیم علیه السلام و پسرش در آن کامیاب شدند و اسماعیل علیه السلام صفت صبر را داشت. مثال 18 سوره الزمر آیت مبارک 10، بسم الله الرحمن الرحیم: انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. و اجر صابران دور از حساب می باشد. اجر صابران دور از حساب می باشد، به نهایت زیاد می باشد، از حساب دور است، به اندازه زیاد می باشد اجر صابران. مثال 19 آیت 35 سوره الاحقاف: بسم الله الرحمن الرحیم: فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. خداوند مهربان به حبیب خود، به پیغمبر خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم امر می نماید، ارشاد می نماید که با صبر باش، مانند که پیغمبران اولو العزم با صبر بودند، و هیچ وقت عجله نداشته باش در قسمت اذیت دشمنان اسلام، در قسمت کفار قریش و مشرکین بالخصوص. با ایشان با صبر باش، در دعوت اسلام با صبر باش، در قسمت طاعت خداوند مهربان با صبر باش. خداوند تو را کمک می نماید و رسالت اسلام غالب می گردد. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. با صبر باش، مانند پیغمبران اولو العزم. و پیغمبران اولو العزم پنج می باشند: حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام. به شمول حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پنج پیغمبران اولو العزم می باشند. مثال 20
بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا با صبر باش با ارتباط حکم خداوند مهربان اوامر خداوند مهربان در راه دین سعی و کوشش می داشته باشی در راه طاعت خداوند مهربان سعی و کوشش می داشته باشی فاصبر لحکم ربك با صبر باش با ارتباط حکم پروردگارت ولا تطع منهم آثما أو كفورا و هیچ وقت طاعت گناهکار را و طاعت کافر را نمی داشته باشی از ایشان دوری می نمایی خداوند مهربان تو را هدایت و رهنمایی می نماید و اذکر اسم ربک بکرتا و اصیلا و نام پروردگار خود را از طرف روز و از طرف شب یاد می نمایی ذکر می کنی پروردگار خود را عبادت می کنی و من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا و از طرف شب سجده می کنی و تسبیح پروردگار خود را یاد می نمایی تسبیح زیاد پروردگار خود را از طرف شب چون شب طولانی را داری قسمت از شب را به عبادت تخصیص می دهی و من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا و همچنان کلمه آثما او کفورا انسان گناهکار و انسان کافر ممکن بندگان صالح و مؤمن را از راه خداوند از راه عبادت از راه سجده و تسبیح ممکن دور نگاه کنند از ایشان پیروی نمی کنی و طاعت نمی کنی ولا تطع منهم آثما او کفورا پشت اعمال گناهکاران و پشت اعمال کفار نمی گردی بنده مؤمن از خود سلسله وظایف را می داشته باشد اعمال خود را می داشته باشد از ضمن اعمالشان و اذکر اسم ربک بکرتا و اصیلا ذکر پروردگار خود را از طرف روز و از طرف شب می نمایی مصروف طاعت و عبادت می باشی و من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا و از طرف شب سجده می کنی و تسبیح پروردگار خود را و همچنان تسبیح کنایت از نمازهای نفل می باشد نماز می خوانی پشت انسانهای گناهکار نمی گردی پشت ظالمین نمی گردی که ممکن تو را از سجده و از عبادت شب به شب نشینی هایی که ممکن در آن معصیت خداوند مهربان باشد بکشانند و من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا شب خود را و روز خود را در طاعت خداوند مهربان صرف می نمایی و از وقت خود استفاده بیشتر و خوبتر را می داشته باشی بنده مؤمن ارزش وقت را می فهمد بنده مؤمن ارزش وقت را می فهمد و از وقت خود استفاده حسن را می داشته باشد بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور آية 17 سورة لقمان الحكيم لقمان الحكيم رحمة الله عليه براي پسر خود نصيحت کرده که ای پسرم نماز را برپا داشته باش اقم الصلاة و امر بالمعروف و امر کن بمعروف و نه عن المنکر و نهی کن از اعمال منکر از اعمال بد نهی می کنی و خودت همچنان از آن دوری می کنی و اصبر على ما اصابک و با صبر باش در وقت مشکلات در وقت مصیبت که سر تو واقع می گردد واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور عزمن مسائل عزائم أمور مسائل مهم وبرجسته مي باشد ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور جلسه سورة الشورى وكساني كي با صبر مي باشند وغزشت را در ميان مگذارند از ضمن مسائل مهم صفات حمیده بنده مؤمن می باشد ولمن صبر و غفر ان ذلك لمن عزم الامور با صبر باشید و گذشت را در میان بگذارید قلبهای وسیع و قلبهای بزرگی را داشته باشید زیقیت در قلبتان نباشد حسادت نباشد تنگ نظری نباشد مردم را ببخشید صله رحمی خود را در جریان میگذارید و شفقت و انسانیت خود را در جریان مگذارید و از لطف و اخلاق حمیدهیتان استفاده می نمایید و صبر را و گذشت را در میان مگذارید همیشه و جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا آیت 12 سوره الانسان و نتیجه صبرشان جنت می باشد و ابریشم می باشد
کنایت از لباس خوبی را که بنده مؤمن در بهشت می پوشد، لباس ابریشمین، لباس خوبی را که در جنت می پوشد. و جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا، و مکافاتشان، جزای حسنشان، نتیجه صبرشان بهشت می باشد و حریر می باشد. و جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا، و جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا، مکافاتشان، جزایشان، نتیجه صبرشان جنت می باشد و ابریشم می باشد، حریر می باشد، کنایت از لباس خوبی، تحفه های خوبی را که خداوند در بهشت به نصیبشان می گرداند. برادران و خواهران مسلمان، درس زیبا و خوبی بود و 20 مثال را داشتیم از ضمن آیات های قرآن کریم به ارتباط مسئله صبر. الصبر فی القرآن الکریم، صبر در قرآن کریم، و معلومات بیشتری مشما حاصل می گردد به ارتباط آیات های قرآن کریم، به ارتباط مسئله صبر و فلسفه صبر و استعمال کلمه صبر در آیات مختلف قرآن کریم. در وقت مشکلات با صبر می باشیم، در وقت مصیبت با صبر می باشیم، حتی در وقت آسانی هم با صبر می باشیم و شکرگزار می باشیم. در راه طاعت خداوند مهربان با صبر می باشیم و از محرمات خداوند مهربان دوری می کنیم، در این قسمت همچنان صابر می باشیم. صبر از محرمات خداوند مهربان و صبر در طاعت خداوند مهربان و صبر با فامیل، با اولاد، با همسر، با جامعه اسلامی خود، با همکاران خود، در مکتب، در کار، در تمام حالات صفت صبر را می داشته باشیم. و در قسمت آموزش قرآن کریم و حفظ سوره های قرآن کریم و همچنان توجه کردن به همچه درس های اسلامی صفت صبر را می داشته باشیم. ولو چی در سابق هم به ارتباط صبر درس های مختلف را داشتیم، اما از یک زاویه مختلف درس امروزه ما بود به ارتباط آیات قرآن کریمی که در آن مسئله صبر ذکر شده است. و صفت صبر از ضمن بهترین صفات بنده مؤمن می باشد که در قرآن کریم بیشتر از 100 مرتبه تکرار شده است. اکتفا می کنیم به 20 آیات مختلف قرآن کریم در درس امروزه به ارتباط کلمه صبر. خداوند مهربان همه ما شما را از ضمن صابرین و صابرات به شمار ببرد. خداوند مهربان همه ما شما را از ضمن صابرین و صابرات به شمار ببرد. و همچنان دعای زیبایی را داریم به ارتباط صبر. ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین. خداوند صبر را سر ما فارغ بگردان، صبر را نازل بگردان، مانند که آب را فارغ میگرداند انسانی که سر آتش، سر غضب خود، غضب خاموش گردد، آتش خاموش گردد. خداوند صبر را به نصیب ما بگردان، آرامش فکر را به نصیب ما بگردان. ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین، و از دنیا با اسلام رویم. و ان تصبروا خیر لکم والله یحب والله غفور رحیم. و اگر شما با صبر می باشید برای خودتان بهتر است، والله غفور رحیم، خداوند بخشنده و مهربان می باشد. خداوند مهربان همه ما شما را هدایت نماید برای مستقیم و همه ما شما را مستفید بگرداند از مانند این مجالس اسلامی. برادران و خواهران مسلمان، کسانی که در راه نشر دعوت اسلامی، بالخصوص فامیل های محترمی که وقتاً فوقتاً و یا اینکه ما به ما یگان درس های دینی ما را سپانسر می شوند، از لحاظ مالی تقویه و حمایت و کمک می نمایند، به همه ایشان آرزوی بهشت را دارم انشاءالله. خدا آن برکت را در مالشان، در نفسشان، در ایمانشان اضافه بگرداند. تعداد زیاد نیست، تعداد کمی از دوستان و عزیزان هستند که در دعای ما همیش شامل می باشند و از برکتشان، از برکت کمک هایشان و لطفشان این درس دینی به همه خانه ها پخش می گردد و به سراسر جهان درس دینی و تعلیمی می باشد که انسان هایی که ممکن به درس اسلام علاقه داشته باشند مصدر استفاده و مصدر کمک برایشان واقع می گردد انشاءالله.
هر کسی که در راه نشر دعوت اسلامی سهم گرفته باشد، خدا آن برکت آن را به نصیبشان بگرداند. و هر کسی که منتظر به درس‌های اسلامی ما می باشند هفته به هفته، از همه قدردانی و تشکر خاص را همچنان می نمایم. خداوند جزای احسن را به نصیب همیتان بگرداند. و همچنان از تلویزیون آریانا افغانستان قدردانی و تشکر خاص را می نمایم که همیش درس‌های دینی ما را به خدمت شما به وجه احسن به شکل خوبی گذاشته اند. و این درس‌های دینی را در یوتیوب، در اینترنت وقتاً فوقتاً می گذارم انشاءالله. این درس‌های دینی را در یوتیوب وقتاً فوقتاً می گذارم، مصدر استفاده شما و فامیل های محترمتان انشاءالله قرار می گیرد. شما می توانید که نام ما را و یا اینکه نام پروگرام ما را اسلام در غرب در یوتیوب، در اینترنت نشته کنید و درس‌های دینی ما به خدمت شما می آید انشاءالله. برادران و خواهران مسلمان، ما را از دعای صالحتان فراموش نکنید. تا روز چهارشنبه آینده با شما خداحافظی می نمایم. در حفظ و امان خداوند رحمان و رحیم باشید. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.